تلاش برای ارتباط با فرازمینی ها. تیمی از دانشمندان بین‌المللی به رهبری ناسا تصمیم دارد با مخابره پیغام جدیدی به سراسر کهکشان احتمال برقراری نخستین تماس موجودات فرازمینی هوشمند را افزایش دهد. این پیغام که از آن به عنوان فانوس دریایی در کهکشان یاد می‌شود، شامل اطلاعاتی درباره انسان، کره زمین، اصول ساده برقراری ارتباط، مفاهیم ساده ریاضی و فیزیک و اجزای تشکیل دهنده DNA است. برای مخابره پیام جدید بشر برای موجود دت فرازمینی از تلسکوپ آلن واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا و تلسکوپ کروی غول‌پیکر چین که به عنوان چشم آسمان شناخته می‌شود استفاده خواهد شد. رابطه اضافه وزن و ایجاد سرطان رحم. سازمان تحقیقات سرطان بریتانیا اعلام کرد احتمال ابتلای زنان دارای اضافه وزن به سرطان رحم به شکل قابل توجهی بیشتر از زنان با وزن متناسب است. در این تحقیق مشخص شده اگر وزن زنی با قد 165 سانتی متر حدود 13 کیلوگرم بیشتر از وزن سالم او باشد، احتمال درگیریش با سرطان رحم دو برابر افزایش پیدا می‌کند. طبق اعلام سازمان تحقیقات سرطان بریتانیا، داشتن وزن متناسب می‌تواند خطر ایجاد 13 سرطان مختلف از جمله سرطان رحم را کاهش دهد. تقویت احتمال وجود حیات در اروپا. دانشمندان اعلام کردند یکی از قمرهای سیاره مشتری به نام اروپا که دارای حوضچه‌های زیرزمینی آبشور در زیر سطح یخی خود است، یکی از بهترین مکان‌ها برای جستجوی حیات فرازمینی محسوب می‌شود. وجود آب در نزدیکی سطح یخی این قمر نشانه ای امیدوارکننده برای شناسایی حیات در آن است. این قمر به دلیل داشتن اقیانوسی از آب مایع از مدت‌ها پیش یکی از گزینه‌های اصلی برای یافتن حیات فرازمینی در منظومه شمسی محسوب می‌شود. دانشمندان با توجه به تصاویر ماهواره‌ای عمق اقیانوس قمر اروپا را بین 64 تا 160 کیلومتر تخمین زدند. قرار است تا سال 2030 دو ماموریت فضایی به این قمر انجام شود تا اطلاعات بیشتری از این قمر و وجود حیات در آن به دست آید. استفاده از چوب‌های غذاخوری جدید برای کاهش مصرف نمک. محققان ژاپنی نوعی چوب غذاخوری توسعه دادند که می‌تواند به شکل مصنوعی طعم شوری را در غذا ایجاد کند. ساخت این وسیله بخشی از تلاش‌های این کشور برای کاهش میزان سدیم در برخی از محبوب‌ترین غذاهای ژاپنی است. این چوب غذاخوری با استفاده از تحریک الکتریکی و یک کامپیوتر کوچک متصل شده روی مچ بند افراد عمل می‌کند. کامپیوتر یا شده از یک جریان ضعیف الکتریکی برای انتقال یون‌های سدیم از غذا به چوب‌های غذاخوری و در نهایت انتقال حس شوری به دهان استفاده می‌کند. این فرآیند باعث می‌شود طعم شور ایجاد شده در دهان 1.5 برابر بیشتر از حالت عادی شود و نیازی به اضافه کردن نمک بیشتر به غذا به وجود نیاید. درخواست برای مطالعه دقیق اورانوس. گروهی از دانشمندان از ناسا درخواست کردند ارسال مأموریت فضایی به سیاره اورانوس را در اولویت خود قرار دهد. اورانوس که به عنوان قول یخی شناخته می شود، هفتمین سیاره در منظومه شمسی است و در مداری 19 برابر دورتر از مدار زمین به دور خورشید گردش می کند. دانشمندان معتقدند مطالعه دقیق این سیاره می تواند درک بشر را از سیارات مشابه و هم اندازه اورانوس در نقاط مختلف جهان هستی افزایش دهد. اکثر سیاراتی که اکنون در نقاط مختلف کهکشان یافت می شوند 3 تا 4 برابر عرض بیشتری نسبت به کره زمین دارند و تقریبا هم اندازه اورانوس هستند. برابر این مطالعه آن سریع ترین راه ممکن برای درک بهتر سیاره های فراخورشیدی محسوب می شود. نابودی تومورها با امواج فراصوت. دانشمندان آمریکایی با استفاده از امواج فراصوت توانستند تکنیکی جدید توسعه دهند که می‌تواند تومورهای کبد در موش‌ها را از بین ببرد و سیستم ایمنی بدن را به جلوگیری از گسترش سلول‌های سرطانی ترغیب کند. طی این تحقیقات با توجه به اینکه 50 تا 75% از حجم تومورهای کبد با استفاده از این روش از بین رفت، سیستم ایمنی موش‌ها قادر بود باقی تومورها را نیز از بین ببرد. از سوی دیگر در 80% موارد نشانه‌ای از بازگشت سلول‌های سرطانی دیده نشد. در این روش درمانی که هیستوتریپسی نام دارد، امواج فراصوت به شکل غیر تهاجمی یعنی بدون نیاز به عمل جراحی روی بافت هدف متمرکز می‌شود و با دقت میلیمتری تومورهای سرطانی را از بین می‌برد.